کوچولو موچولو دارم. دارم یه کسی باید میکنم دارم تماش میکنم. ایوه. استریم هم داره میشه دیگه. آه استریم استارت زدی این آکوارد سایلنس استریم نمی کردی اصلا. اون نه اولشو نزدم همین الان شروع. خب بچا فو انرژی و خیلی خوشحال بیان جلوی استریم جلوی دوربین استریم. خب خسته نباشه. خب شروع کنیم دیگه، از یک کنار شروع کنیم. کی اول داوطلبه؟ اول شمعی‌زاده رو پخش کن. من بازی نساختم متاسفانه، من کرونا دارم نتونستم بازی بسازم. من بازی آماده است ولی نیم ساعت دیگه چون وب سرور میخواد نیم ساعت دیگه میدارمش. حالا تا ماهای رای بدیم شاید نیم ساعت شد فکر کن. آره پس. خب من شیر کنم اسکرینمو. آره شیر کن. می‌بینید همین هم داره استریم میشه. اوکی صفحه منو می‌بینین؟ نه اونو نبینید. بله آره اومد. اگه همه هستن من پلیو بزنم. یه لحظه تست کنم این صدا رو داره دیده میشه. میدونم صدا خیلی مهمه باید داشته. بکنم میبینی شیر اسکرین اگه کرده باشی صدا میاد، ولی شیر اپلیکیشن کرده باشی فکر کنم صدا نمیاد. الان صدا نمیاد. موزیک گذاشتی؟ برای من صدا نیست، برای تصویر است. نمیدونم بذارتم پلی میکنم. چی؟ هیچی بذارم. اومد صدا؟ نه صدا نه. باید چیز رو خود صفحه یونیتی رو شیر کن. بذار یه بار دیگه یه دور. آره اینجا دوباره از اول استریم هم دوباره از اول بس. مطمئنی اگه خود یونیتی رو استریم کنم صدا هست؟ آره حالا تست کن دیگه. نه اسکرین رو زدی نه. اوکی یه بار دیگه الان میبینی بازی و صدا هست؟ آره صدا هست. خب همه هستیم تو اشیرین کشی هست مونده باشه. من که دارم. خب حالا جوین بشین یکم من بگم. هستم. ما تیم سه نفره بودیم، من و امین و نرگس. دیگه امین بیشتر صداها رو روش کار کرد و من برنامه‌نویس بودم، نرگس آرتیست بود و به صدا برای پیدا کردن صدا اینا هم کمک کرد. بازی تقریبا تمومه، یه سری باگ کوچولو اینا داره که اونها حالا اوکی درستش میکنیم. و اسم بازی هم همین Have you seen my سنوخ است. خب اول بازی اینطوریه که باید این دفتر تو باز کنیم. دیگه توضیح نمیدم، اول بازی خودتون ببینید. اینا هی میان یه چیزی ازت میخوان. اینجا بخش وسایل گم شده است. اینا یه چیزی رو گم کردم میان میگم چیزمون گم شده، بعد باید بین اینا پیدا کنی. بعضی هاشون تکسه، بعضی هاشون اینطوری عکسه که ازت دقیقا فلان چیز رو میکن. اینا رو باید تشخیص بدی که چی میخواد. همه چی هم صدا داره. این بعد اگه که لفتش بدین و وسایلی که میخوان رو بهشون ندین ناراحت میشن و اگه سه بار ناراحت بشن میرن. حالا من برای اینکه اینو راحت تر نشونتون بدم ای بابا من این دوگمه رو سدم. چه باحال ترسناکه. ترسناکترم میشه. حالا اونم نشونتون میرم خشنگه. آره برای اینکه نشونتون بدم هارتش خیلی باحال شده. مستحصل رو دیدید؟ خیلی باحال بود. مستحصل دارن تو کدشون. یه دونه فارسی داری. خب آره وقتی که اینا میان الان من کنم خیلی سری ناراحت بشن. اگه که زود ناراحت بشن برن یه دونه اینطوری ناراحت میگیری. اگه سه بار یکی کلا آدم رو ناراحت کنی میبازی و ریستارت میشه. حالا بردم میخوام نشون بدم.
این از باختنه. اسکورت رو نشون میده این که اگه چیزی گرفته باشی. و بوردش هم اینه که آه این کنار یه چیزی هست، یه بورد هست. ای بابا اینان خیلی ناراحت میشن. یه بوردی اینجاست که نشون میده از هر آیتم چقدر تا را به صاحبش دادی. یه انقدر هاردش کنی خودتون هم نمیتونید باز نه آسونش کردم تازه که سمون بشه. روی اون جعبه بچه قنداقی افتاده با شمشیر. نه شمشیر نیست ولی آره میافته بچه قنداقی با دایناسور همه چی. سی بچه قنداقیشو گم میکنه. آره کامانشو گم کرده، یکی خودشو گم کرده، یکی پسوردشو گم کرده. اینجوری که تموم بشه اینطوری میشه. چه کیوت، خیلی باحاله، ترسناکه. آره مثل فیلم شانیک شده هیری جانی. نه با اول قبل چه آرت استایل فریکی. همین حقیقتا من یاد آنابل انداخت ولی خیلی بانمک. خیلی خوب بود بانمک ولی ترسناک. مرسی. خب مرسی، دمتون گرم، خیلی خوشگل. خب بریم کی هست تازه را که شروع کنم به شیر کردن. من دارم بیلد میگیرم تموم بشه منم اوکی هم بازیه. ما هم آماده است، بورد کامپیوتر هم نمیاد. همین میخوای بازی ما آماده است. ولی من نمیتونم استریم کنم. البته من تو چیز اسکرین شات فرستادم ویدیوشو. حالا توی اسکرین شات بازی ها اونجا هست. اجازه استریم ندارم ظاهرم من. به امین معزن میشه اجازه استریم بدیم؟ اجازه نداره. فیلتر شکن چه چیزی استفاده میکنیم به ما هم بگیم. آره آره اینو باید درست کنیم. امین خودمون هست. اگه من درست حالا یه همون امین خودت. برای دیسکورد چه فیلتر شکنی استفاده میکنیم؟ ما هم بریزیم استفاده کنیم. خب اجازه شد دادم. الان میتونیم تست کنیم. ببخشید برای دیسکورد چه فیلتر شکنی میزنید؟ منم استریم کنم به دانلودش کنم. دیسکورد رفع فیلتر شده. دیسکورد یه فیلتر نیست. خبر خوش. ایول درست میشه الان باید بتونی اسکرین منو داری؟ جهر رو متشکرم. بله بله اومدن. خب بازی ما همون پازل است که یادتون باشه. بعد این کلیدو برداری از یه دری بری بیرون ولی این گربه نمیذاره. گربه هر رو باید بیاری یه جا بذاری بعد بری کلیدو برداری. متاسفانه دوباره میاد اینجا. پازلش همینه که پیدا کنی کجا بذاری. حالا این اولیش نسبتاً ساده است. الان فقط همین استارت کردی تکنیک رو میبینیم ها. یکم فریم ریتش خوب نیست، اصلا دیده نمیشه. یه اسکرین شات گیم پلی اونجا فیلمش گذاشته. آره اگه میخوای اونو ببینیم من رو همون. یعنی هیچی نمیبینی از صفحه من. من بازی رو اوکی میبینم. یه ذره آروم بازی کنی دیده میشه. آها باش. چون لگ داره. کم بهتر شد. من دارم خیلی آروم بازی میکنم. حالا بذاریم برسم اون لول جذابش بس. این دیگه لول اولتیمیتمونه که دیزاینرمون همه این خونه ها رو تقریبا تست کرده و توی فقط برخیش جواب میده.
یه با نمکی که بدی داره گربه رو اینجا بذارید سریع رو دیوار میپره میره. گربهش خیلی اکتیو به نظر میاد. هم همطور که میبینید این گربه از ما جلو میزنه چون قابلیت اینو داره که از رو دیوارا میپره. خب بخاطر همین از ما زودتر میرسه. باید یه جایی بذاریمش که این گربه نتونه از ما جلو بزنه. الان سلون رو برشت بازیه؟ نه تو این بیلده سلون نداره. من این گربه رو تو اینستاگرام دیدم. گربه دستاز خودمون. اسمانم ببینید که یادتون نره. آره گربه همش آرت خودمونه. آرت چیزا رو همه رو ریپلیس. نه نه منظورم یه گربه واقعی هست. میمش هم آره دقیقاً این رفرنسش هم. خلاصه که همین بود. امیدوارم لذت برده باشید. باحال. خیلی باحال بود. لول دیگه نداشتید؟ همینا بود فقط؟ نه آره یه چیزای دیزاینی خوردیم که کلی لول ها رو مجبور شدیم بریزیم دور. اینا اوناش بود که جواب داد. خیلی باحال. این بازیه قشنگ به نظرم میشه با سر فرصت براش لول های باحال دیزاین کرد. بازی خوب میشه. تون بیس بود دیگه درسته؟ این تو که من دیدم. بله. خیلی قشنگ بود. مرسی. دمتون گرم بچه. مخلص. خسته نباشید. دمتون گرم. خب تیم بعدی کی بازی داره؟ بیلد رو گرفتی؟ داشتی بیلد آره، گرفتی؟ آره من آمادم. بزن شیرش کنم. فقط اول چک کنیم ببینیم صدا رو داریم یا نه. من اپلیکیشن شیر کنم صداش میاد دیگه. آره اپلیکیشن شیر کنیم که فقط نمیدونم افت فریم نداشته باشه. امیدوارم چون خیلی مهمه. میتونی 720 هم استریم نکنید اگه فکر میکنید ضعیف. خب بذار یه تست بریم ببینید چطوره. هم صدا رو با من بگین هم چیزا. صدا میاد؟ جیسوس فریم ریت بده؟ صدا نمیاد. بلده بازی اصلا یه بلوره. کیفیت رو بزن پایین فریم ریت بیاد بوده. آره من کامپیوترم گرافیکش فکر نکنم بکشه این بازی رو بیاره. میخوای فیلم بگیری بذاری؟ فکر کنم که کیفیتش رو بیاری پایین حیف باشه. آره یکم چیز میز داره. آره یکم میخوام من چیز کنم. میخوام من بعدن ارائه بدم یه فیلم بگیرم بفرستم با فیلم ارائه بدم. تو کار فیلم بگیری رو بعد فیلم رو بگی همزمان پخش کنیم روش صحبت کنی جالب بشه. آره خب حل پس من اینو قطع کنم. خب تا فیلم بگیری نفر بعد یعنی تیم بعدی که بازیش حاضره میتونه پرزنت کنه کیه؟ من این تصویر گذاشته بودم توی خود اسکرین شات ها یه فیلم کوتاه. همونه چیز خاصی دیگه نیست. ولی اگه خواستیم باز خب همونو اگه بیایی تعریف کنی برای اون که خوبه دیگه. خودت هم بیا روش حرف بزن. کدوم اسکرین شات؟ فیلمه. یه تیکه فیلمه. یه تیکه فیلمی که گفته نمیرسم انجامش بدم.
برای من که صدا نمیاد، نه تصویر میاد نه صدا. تصویرش که من دیدم فیلم رو بهت میگفتم. فکر کنم نتت ضعیفه، روشنگری استریمو دیگه صدات نمیاد. میتونیم همه اون ویدیو رو پلی کنیم اگه همونو میخوای نشون بدی بر رون حرف بزن. ویدیو هست خواهد نیست تصویری تو استریمی تو رد کن این سری ماما هست تو بیدیو که حالا مثلا یه حالا کارکتری که قرار بذارم مثلا یه کارکتری اینجا نشسته میگه بعد من بچه ها صدفه ها در من لگه یا از شما اینجوره من سریعتو ندارم نمیشنم آره فکر کنم استریم روشن کردی دیگه صدات قطع و وصل میشه به نظرم که استریم نکن اگه همون فیلم هست بریم همون ویدیو رو ببینیم فیلم خوبه طولانی هم هست میگید فیلم کجا؟ توی استریم جات شده در حال ساخت بله همین گربه آره همون فیلم هست آره الان فیلم رو نوشته ولی راضی هم آره خب الان همه اگه هستید رو فیلمه پلی کنید که توضیح بده یک دو سه بگیم پلی یک دو سه توضیح بده کلن بازی مثل اتاقایی هست که حالا هر کدوم یه معمای کوچیکی داره باید حلش کنیم اصلا از کشیدن این جعبه هست که ساده ترین حالت ممکنه تا بعد لنگ جعبه ها رو چی کنه یا ای اول بیده یه هاددگی رو زمین افتاد اصلا اون هاددگه یه نفر از گرست نشه یه سنگ بزرگی مثلا باید جا به جا کنی خودت نمیتونی اینو میدی به اون میخور هاددگ و قوی میشه حالا یا سرحال میشه بعد براتون اون سنگ مثلا جا به جا میکنه یا مثلا یه نفر از تاریکی میترسه محیط تاریکه یه جایی از تاریکی میترسه شما مسیرش روشن میکنید با همین مکانیکای خیلی ساده هو دادن مثلا یه چراغ یا نوری مسیر رو براش روشن میکنه و تو مسیر حرکت میکنه و حالا یه در براتون باز میکنه کل بازی ساختش همینه حالا طبق ایده هم که با هم تیمی هم داشتم گفتم مثلا دنبال حالا یه چیزی بگرده کلیت بازم یعنی هم بشه تم خود بازی حالا اول مثلا پدرش بود که آلزایمر داشت بعد شد مثلا دنبال زندگی بگرده مفهوم زندگی که حالا یه سری نشونه ها رو جمع کنه و بیاره یه جایی به هم بچسبونه ساختش کلن همینه حالا خونهایی کنار همن نریتیبش با حال بود محیط بازی خیلی باحاله ولی اون چراغی که روشنه به نظر من فضا روشن خیلی روشنه بود اون چراغ فضا تاریک تر میشد این کلا ذاتش هم تاریکه بود اینو چون الان خواستم لول دیزاینش کنم دیدم اون اذیت میکنه یه خورده تاریک بود بعد دیگه یادم رفت کلا برش گردونم یه خودم مهمونه چی گیرم اومد دیگه نشد خیلی روش کار کنم خیلی نرمه ولی کرکتر باحال آره توی این مدت کم نظر خوبتر بود یه سری مشکلات به هم زد پرشر برداشت شبیه لیتل نایتمر میخواستن یه جایی شد درست کنم یه خوده کلن همیشه روی پرشم هم مشکل دارم اینکه کارکتر رو به هم کمک میکنن خیلی چیزی جذابیه که میگفتید که آره یه بازی خیلی 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 قدیمی یعنی خیلی مال سال 97 1997 خیلی هم معروفه خیلی هم بازی مثلا ضعیفه ایس کالیبر 2888 یا همچین چیزی مثلا توی اون این حالت رو داشت یه نفر مثلا پاش شکست و میرفت براش
جعبه کمک های اولیه می آوردی، حالا مثلا یه چیزی بهت میداد یا مثلا سابزیر رو باز به همین سابزیر هم یه ورژن مورتال کامبت بود، میرفتی یه سری چیزایی رو میگرفتی میدادی به یکی، اونم مثلا این ساخته رو داشت. ولی حالا اینجوری ایده کلی این بود. خب مرسی، دست درد نکنه. کسی دیگه نظری نداشت؟ ایده قشنگی بود، خوش آمد، چیز خوب بود. مرسی. آره خوب بود، دمتون گرم. چند نفر بودی چون تیمتون؟ من بودم و یه در واقع ایده پرداز و یه در واقع طراح سبودی هم داشتیم که حالا اون کاراکتر رو چیه، ولی بیشتر مثلا ماکیاب گذاشتم، یه سری حالا اسست اومدم زیاد استفاده کردم. مثلا اون دیواره دیدین در واقع سخت بودن، تکشر سخت بود، من انداختمش روی یه مکعب، این دیوارا به وجود اومده. دیوارا رو باز از اسست پروتوتایپینگ خود یونیتی رایگانش از اون گرفتم. ایول باحال بود. خوبم رسوندید، حالا با همین جایی که رسوندید بودم به نظرم خوب رسونده بودید. مرسی. خب اوکی، یه نفر لایف شد. سلام، خوبی؟ صدا میاد؟ سلام سلام، من را آماده هستم اگه خواستین ارائه بدم. موافق باشی گه بریم تو عمل انجام شده گذاشتیم. آقا یهو رفتم این لایف آن بمیرم لایف قبلی بسته میشه؟ نه قبلی لایف نبود، داشتیم ویدیو رو میتیم. ردیفه برو بگو. اوکی مرسی. اول که همگی خسته نباشید. وقتی گیم جمع برگزار کننده باشم، مرسی که حالا گیم جمع رو انداختیم ما این دور هم دیگه. خب معلومه صفحه منو دارین؟ بله همه صفحات رو می‌بینم. خب اجرا کنیم. خب اول اینکه ما بازی رو امروز شروع کردیم به ساختن، امروز صبح بلند شدیم خب شروع کردیم به ساختن، ولی کم دیر کردیم و اینو درست کردیم که حالا لاستنفانده بازیش اینجوریه که حالا خرگوش هایی که تو ماش هستن مثلا پشت سنگ قایم شد گمش کرد، حالا گم میکنه اینجوری این لاستش رو پیاده کردیم. فاندش هم که باید بگرد پیدا کنه دیگه، که حالا پیدا کردنش هم سخت نیست چون عقاب چشماش خیلی قویه، پیدا کردنش باید خرگوش پیدا میکنه، شکار میکنه، بعد حالا باید کنترل کنه و بدیم به بچه هاش. میاد بالا، آره میده به جوجه ها میخورن، بعد داره به خرگوشه بعدی. ولی حالا خیلی الان چالش چیزی نداره، حالا باید بیشتر روش کار کنیم که حالا امشب و فردا هم کار میکنیم، بعد بازی رو آپلود میکنیم توی گلوال گنجن. ولی حالا فعلا همین رو درست کردیم دیگه، یعنی مکانیک های اولیه شو درست کردیم. بعد میخواستم حالا یه سری چیزا اضافه کنیم که حالا وقت نشد دیگه، مثلا یه آدمی هم اینجا بذاریم که وقتی میای پایین حالا مثلا یه سنگی چیزی پرت کنه سمتمون، یا مثلا با چوب بزنه ما رو، همچین چیزایی هم باشه باحال میشه. آره کلش همینه. اگه نظری هست ممنون میشم بهم بگید. چقدر خرگوشش خوشگله. جا کنترلش چجوریه؟ کنترلش به موس، نه موس مثلا هر جا میبرم این میره سمت موس، این پوینتر کوچولو رو میبینی؟ آره. زرد داره مثلا سفیده. آره. بعد همونجا میره، بعد مثلا یه چیزی هم داره، فیزیکی هم داره دیگه، حالا مثلا سمت دیگه هم میریم برمیگرده، همجوری رو هوا همجوری شناوره. یه همچه حالت جالبه. با حال یه بازی مال میکرو هم بود، برد یه شباهت هایی به برد، یه برد یه همچه چیزی بود، شباهت هایی به اون هم برد. با حاله بعد یه سری کرمو میگرفتیم میدادی جوجه ها، اون وسط حالا یه سری عقاب و کلاغ هم میمدن، نبود بهش میخوردی. جالبه. بله مرسی. من از صبح تا حالا فقط تونستم عکس اول بازی رو درست کنم. به مقایسه با شما یعنی واقعا من هیچی هم. مرسی هم. تو 24 ساعت تو 24 ساعت چیز خیلی خوبی درست کردین آفرین. فقط گرافیکش هم از خودتونه؟ آره دو نفری ساختیم که من برنامه‌نویسیش کردم و دوستم که گرافیکش رو انجام داد. واقعا قشنگ بود.
ممنون لطفه. عاشق اون خرگوش ها شدم. خیلی خوشگل بودن. انیمیشنشون ها خیلی خوشگل. مرسی. آره خب. ممنون بچم نظرتون لطف کردیم. من استوب کنم سریم امام. دمتون گرم که یه روزه در واقع نصف روزه شروع کردید و دیدید اینجا خیلی خوب بوده. آره ممنون. آره من آره دیروز خیلی درگیر کاروبار شدیم دیگه وقت نشد الان امروز شروع کرد. فقط اگه میخواید تیز کنید، اگه میخواید سابمیت کنید از در واقع سایت آوا گیمز، حتما رجستر کنید تو گلوبال گیم جمز. آره قبلا رجستر کردم. آره هم روز اول رجستر کردم. خب تو سایت آوا گیمز. آره وقت خستی حالا کار کنید. خیلی خوشگل بود. مرسی. آره مرسی. ممنون از همگی. بس فعلا خدا نگهدار. این مکانیک کنترل این عقابه از این جنس مکانیکاست که مثلا توی گیم جم میزنی یه چیزی رو بعد بعدن توی یه پروژه دیگه احتمالاً که هیچ ربطی هم به این نداره ولی استفادهش میکنی قشنگ از این جنس مکانیکا. منو یاد یکی یه هیروی دوتا هست که یکی از لولاشو که استفاده میکنه همینجوری باید کنترلش کنی، بعد خیلی سخته و واقعا با نمک مدل کنترلی. بعد بعضی وقتا هست مثلا ترن ریتش رو محدود میکنن، یعنی مثلا کامل پشت دنبالت نمیاد، یه ذره دنبالت میاد، بعد باید مثلا از قبل تصمیمت رو بگیری که میخوای بپیچی مثلا یه جور خاصی موضوع رو حرکت بدی. چیز جالبیه، میتونید با اینش بازی کنید، مثلا احتمال داره که جذاب تر شه، سخت تر شه. خودش رفت، ارائه دادن رفت. من ارائه دادم بقیهش رو بسازه. خیلی قوی وارد شد، خیلی هم سریع رفت. آره آره پراگماتیستیک برخورد کرد به قضیه، پا شدن صبح سر صبح بازی رو ساختن و ارائه دادن و رفتن بقیهش هم بسازن. اینجوری بازی ساز عملگرا. خب چی داریم دیگه؟ بازیم کامل نشده ولی خب یه چیزی هست که شاید دیدنش یه مفیدی داشته باشه. ردیفه بازی ناقص هم خوبه. آها ما یه پیام یه پی آر دیگه هم داشتیم، فکر می‌کنم یه دونه پی آر داریم. نه من پی ام هم آر نیست. خب شیر کن. الان دارید استیم الان فعلا فقط میتونیم مشت بزنیم و به در دیوار و یه سری دشمن هم ساختن ولی خیلی قوی هم هیچ جوری نمیتونیم بکشیمش. من یه نکته رو بگم، این یونیتی تو که شیر میکنی موست رو که میبری توی جاییش فقط همونجا رو نشون میده، اسکرین تو کامل شیر کن که موست رو جا جا میکنی صفحه ای که شیر میکنی عوض نشه. باشه یونیتی اون پنجره های داخلیشو جداگونه شیر میکنه، میری روی این موس اون یکی رو پنهان میکنه اینو نشون میده. باشه اوکی. الان اسکرین رفت. الان مشکل نداره. حالت اسکرین صدا نداره. منم صدا خاصی ندارم، فقط صدا موش رو این از خیلی مهم است. اوکی اون پلی. این بازیش اینطوری بود که قرار بود بریم یه نفر نجات بدیم بعد چند نفرم بکشیم با مشتمون، ولی خب همینجاش موندم به اونجاش نرسیدم. الان داره لود میشه که پلی بشه. نمیدونم شما این پاپ اپشو میبینید؟ خب این طوریه که متریال های مختلف اثر های مختلف دارن، مثلا این بادکنکیه اگه مشت بزنیم اینطوری چی میتونی، ولی اگه مثلا چوب فقط هم نمیم شد دست راستم کار میکنه، دست چپم بذاره خب بذاره الان جذبیت هست شدیم. مثل جانی سیلوره تو سایبرپانک هم. آره دیگه هیچ جونه نمیتونم اینا رو بزنم. اینا زامبی هم
نمیدونم من این مدل رو با ادوبی میکسامو ساختم، ادوبی فیوز باشه، یه چیزی مثل بازی سیم میکسامو میکسامو باحال. بیا نجاتت بدم این که فضا یعنی فقط کتک میخوره رخ داره دقیقا شمشیر اینا شمشیر میزنن یارو از زندگی چوب افتادم به جون یارو میتونی فرار کنی اصین بپر بیرون میتونیم بزنیمشون بمیرن و اگه مشتمون بهشون بخوره میمیرن فقط مشکلی نه نمیخوره نمیتونم مشتمون آه کلایدراشون کودیکه کلایدراشون رو بزرگ کن این رو خودشم مرگوش بده این حواسش نیست اینو بکش او عصبانی زنده باد تکو لگدیش کردن انداختنش بیا پایانش خیلی پایان زیبایی بود در افق محو شد میخوام آخرش همین یه تکست بیارم که مثلا لاست فاوند یعنی چیزی که به تمم رفت داشته باشه یه چت نجات هم بشکن یه نفری ساختی؟ آره این دو روز کلا درگیر همین مکانیک مشت زدنه بودم یعنی اصلا خیلی وقت نشد کار دیگه انجام بدم این خیلی اسکوپ عجیب غریبی انتخاب اسکوپ رو یه ذره فکر کنم تو گنده انتخاب کرده بودی برای تیم یه نفره به ایونت دو روزه همیشه هم دوست داشتم که این کارو بکنم و خب به نظرم گیم جمعه یه فرصت خوبی بود ولی خب خودش موندم راضیم ما که راضیم خدا هم راضی انیمیشن خوبی انتخاب کردیم ولی خب وقتی هست یعنی هنوز میتونی مثلا فرد و پس بعدم کار کنی رو شایی بخوای که بخوای ثابت آره کنی چیز کامل تری باشه آره ولی خب دیگه فرد و پس فرد که شنبه هست در کار باید بریم ولی وقتش از زیادی نشه روش کنیم حالا دیگه توسعمون تا همین باید خب انشالله توی گیم جم بعدی با پروژه با اسکوپ کوچیکتری ببینیم ممنون خب خسته نباشید مرسی ممنون من تو وسطش دیسکانکت شدم اون تیکای فانشو از دست دادم فقط صدای شما رو میشیدم که مثل اینکه یه دعوای خوبی در جریان بود اونجا کلا دیسکوردم بسته شد خب کی نفر بعد کیه تیم بعد یکی دیگه اینو بابای مدرسه داشت چی شد من خیلی آره من خیلی دوست داشتم اونو حیف شد اینکه الانم ساخته شد یا نه آره من اسکرین شات دیدم ازش بچه شرمنده اینترنت من قطع شد الان بازی که داشت اسکرین شات میشد خیلی خوب مخصوصا از اونجا خوشم اومد که دمیج میخوری قشنگ اینجوری بدنت قرمز میشد مش خیلی خفن بود سی کسی نیست دیگه؟ کسی نیست؟ اگه کسی نیست من نشون بدم اگه کسی نیست اگه کسی بود نشون نمیدادی؟ شما هم یه کسی هستی آخه نه من تازه کارم کلا تازه وارد این مپس شدم بعد از سر گروه گیم جم هم اینه همین جوریه خلاصه پس من نشون بدم الان تصویر دارین آیا؟ نه الان داره آره من با گودوت کار میکنم بعد برای همین یه چند ماهی وارد شدم دیگه حالا هرچی در وست ام بود گذاشتم دیگه الان فقط دیسکورد رو میبینی؟ فقط دیسکورد رو میبینی؟ بله بله خود صفحه بازی اسکین شیر خود صدای خودمون هم میشنوی صدای خودمون اکو میشه سلام سلام این سلام. اپلیکیشن کردی فکر کنم
بالاش دو تا تب داره اپلیکیشن اسکرین. الان فکر کنم درست شده باشه. اجازه. الان درست. الان میبینید. آها. بله. این صفحه های کل بازیمه. حالا آهان واسه استارت من دوباره باید چیز کنم. یه دقیقه من باید قطع کنم دوباره که بتونم بم تو بازی. یکم این گدوت درد سر داره. یه ببخشید. بفهم. داستان یه مربعه که حالا لیول های بیشتری قرار اضافه بشه. فعلا سه لیول ساختم. لیول یکی حالت توتوریاله که فعلا فقط یاد بگیرید بازی رو. برای من دیسکانکت شد صفحه رفت است. ای بابا دیسکانکت الان. رفت بعد. الان میبینین چیزی؟ صدای من میاد؟ آره. داستانی مربعه که حالا بعد بتونه راه خروج رو از این میز پیدا کنه. بعد حالا مثلا یه سری ترکیب نور و اینا گذاشته شده. فعلا مثلا مرحله یکش حالت توتوریال تمرینی داره. مثلا شما مراحل رو رد کنید مراحل جدیدتر باز میشه. حالا اینجا باز شده من اومدم دیباگ کنم مراحل رو تموم کردم. شما بعد مثلا این کلید قرمز رو پیدا کنید که بتونید در قرمز رو باز کنید که برسید به این پورتاله. بعد هرچی میرید جلوتر میز تاریکتر میشه و راه های پیشنهادی بیشتر میشه و احتمال که گمشی بیشتر میشه. راه پیش مثلا اینجا اگه من برسم سه تا راه داره. ببخشید تو مال من کلا سیاه فقط ثابته. مال من الان چی میبینی شما؟ بله من درسته. من میبینم داره. چی شده شما تصویر ندارین؟ نه درست شد الان درست شد. من درست. خلاصه کل بازی اینجوریه ولی هنوز رو آهنگا باید کار کنم. کل آهنگا آهنگای خوبی نیست. یه اسپوکی اینا باید داشته باشه که بتونی چیز باشه. شما فقط میدیدید من اونجا ثابت بودم فکر کنم اگه درست دیده باشم. نه نه خوب نه حرکت میکرد. من ثابت دیدم. من که مشکل نداشتم تا آخر دیدم. نه لول یک و دو رو دیدیم ولی آرت استایلش مشخص بود. مشخص بود. کلیده رو فقط با یه شیشه با روش میزدی تا بگیریش. آره چیو کلیده؟ آره یه باگ ریزی اونجا الان دقیقاً تا قبل نبود حالا الان اضافه شده. بعد دیواک کن نه اصلا با نمک بود این که باید یه زحمتی بکشی تا کلیده رو برداری. یعنی معمولا میری همین تا بهش میخوری مثلا ورش میداره تو این بازی ها ولی اینجا مثلا یه دو سه بار پدری روش جالب بود. اگه باگم بود فیچر محسوب میشه تا. آره به عنوان فیچر میتونی چیزش کنی تعریف هم کنی. بازیش بیشتر اتمسفر این بازی قدیمی ها ادوبی فلش رو داره. من نمیدونم که اینجا ادوبی فلش بازی میکرد. من بچه بودم خوراکم بود. مثلا میشستم فقط از بازی ادوبی فلش بازی میکرد. مثلا مایه‌های جیومتریش و اینا اتمسفرش بود. خیلی چیز قشنگی بود. خیلی. و یه سوال شما گفتی بار اولتونه از گودوت شروع کردی یا قبلا تجربه داشتی؟ نه نه من از گودوت شروع کردم. بار اولم هم تو همون یه جمع کوچیکی تو بین گودوتیا اجرا شد. یه بازی شبیه این حتی دیگه تاریکی و اینا اصلا با نور کار نکرده بود. یه پلتفرمر بود تو اون شرکت کرد. تازه میخوام من سراغ یونیتی. اون یکم دست نبازم بالم مثل اینکه بیشتر تو یونیتی موتور قوی تری. حالا دفعه بعدی میرم سراغ یونیتی. تجربه برنامه‌نویسی داشتید یا نه مثلا این بار اولی که اومدین گادو از اینجا یاد گرفتین؟ نه برنامه‌نویسی کرده بودم ولی موتور تا بال با موتورهای بازی سازی کار نکرد اولین بار. خب موفق باشی. قشنگ بود. نهاری کردم. به نظرم دفعه بعد شما نفر اول بیا وانست تو که نفر آخر باشی. چشم. حتما. خیلی خوب بود.
آره خیلی خوب بود، خیلی هم خوشگل بود هم خوشگل بود هم باحال بود. آره آره بازی باحالی بود. یه بازی هست Last But Not Fun توی چیزم گذاشته، توی اشتراک نهایی گذاشته، آماده نیست یعنی که پرزنت شده. آقای آقایی هست یا میکروفونش هم بازه ولی فکر کنم داره صحبت میکنه و صداش نمیاد. بچه کسی یه نیست. همین Last But Not Found خیلی جالبه برا من که ببینم چیه. نیست داره صداش نمیکنم. سلام بازی ما هم مونده فقط در یه دونه باگیم تموم شه اونم میتونم خبر بدم. منم بازیمو دارم شیر میکنم، نمیدونم اگه بیاد. شما سفر داریم؟ نه هنوز داره لود میشه. آره صدا دیگه امروز اینترنت ایران زیباست مثل باقی چیزای دیگه. اسکین شیر که به من نمیاد بچه، به شما اومده؟ نه منم ندارم. یه چیزایی اومد. هم اسکرین شیر نبود هم صداتون هم لگیه. ویدیو بفرست بهتر باشه. ضبط کن بعد همزمان پلی میکنیم در موردش صحبت کن. من ویدیو رو گرفتم فقط محدودیت حجم داره. کجا آپلودش کنم؟ تو درایو آپلود کنم لینکشو بدم؟ اینم میشه. تو یوتیوب میتونم آپلود کنم، طول میکشه فقط. تلگرام. اگه کسی نمیخواد شروع کنه من بزنم. بچه و نفر بعدی من باشم چطوره؟ اگه کسی یه نیست اوکی. خوبه عالی. یه سوالی من داشتم برای همه ارائه خودم میخواستم بدون، میشه با گوشی از رو مانیتور فیلم گرفت استریم کرد اینجا؟ کیفیتش میاد پایین ها، خود دانی. راه دیگه ای ندارم. خیلی خوب دیگه چیکار کنم. بس نمیشه فکر کنم چون تعدادمون بیشتر از 25 نفر هستن کلا ویدیو تو نمیتونی روشن کنی. آره میذارم. یه بنده خدایی رفت ویدیو بگیره بیاد. نایم. آره گرفتم. چرا؟ یه سری پارتیکل من دارم میبینم. درسته اومد پارتیکل های رنگی. خب الان سفر داریم؟ بعد داستان بازی اینی که حالا یه شخصیه که حالا بازی اول شخص هست و یه توپ سبز رنگ رو داخل بین چند تا اتاق خودم قایم کردمه و پلیر بازی که مثلا من حالا خودم هستم باید بیام اون توپ سبز رنگ رو داخل پلنی که روبروم هست بذارم. خب الان این پلنمونه، پلنی که اینجا گذاشتم و توپم هم بردم مثلا اونورتر قایمش شدم و حالا بازیم یه طوری مثلا سخت انجام میشه که مثلا توپی که مثلا از دیوارا عبور میکنه ایستادنش یکمی سخته.
خب حالا خودم از موقعی که پابلیشش کردم تا الان نتونستم داخلش ببرم. عد شده از دیو. آره گفتم چیز گیم پلی یادم باگ یه جور فیچر محسوب میشه، باگ خود ساخته. نه آره اگه شد میخوام اینا رفعشون بکنم چون به نظرم چیز بدیه، ولی تا اونجایی که کار کردم و من الان پابلیش کردم گذاشتم. این پارتیکل ها چیز فایده ای دارن؟ این اولش چیزی که گذاشته بودم یه سویچ بود که اون مثلا این پارتیکل ها طوری بود که خطای دید ایجاد میکرد، مثلا برای اون دکمه ای که گذاشته بودم خطای دید ایجاد میکرد و هنوز الان پاکشون نکردم واسه یه خوشگلی گذاشت. فقط تو دیسکریپشن بازیت بنویس که این رنگا تغییر میکنه چون یه سری ها اینا رو ببینن حالشون بد میشه. فلاشینگ لایتس و اینا. آره حالا هرچی هم سعیش بکنم فعلا خودم نمیتونم داخلش ببرم و همین. و اینا چیز بالی بود، نیاز به تمرکز اینا داره از اینجور بازی هم بالی بود. سخت بود که میگه ای لعنتی داش توپه میرفت و واسه یه ده دقیقه دیگه یه بازی کنم. بعضی ها بفهمدم چی میگم، قشنگ بود. بدبختی هم این بود که فردا مثلا من امتحان دارم هیچی هم نخوندم نشستم پای همین. فردا سردارم فردا سه تا مشق دارم و سه تا درس بنویسم از ننوشتم. درس میخواد چی بشه، مدرسه میخواد چی بشه، از زندگی لذت ببر. این همه درس همیشه هست، درس همیشه هست، گیم پلن نیست. آره بابا کم داریم ته بعد از 10 دقیقه میتونی یه ریواردد ویدیو بذاری بگی یه ویدیو نگاه کنی توپ اتوماتیک بره تو مقصد. اینم میتونه روش درآمدیش باشه. آره بازی کافه بازاری که دم به دقیقه ازت پول میگم 10 تا الماس 10000 تومان. بچه صدا نمیاد؟ بله صدا میاد ولی تصویرت یه جوریه چنگار دیسکورد رو شیر کرد. آها درست شد الان آمد، الان درست شد. الان شما صدای بازی هم دارین دیگه؟ بله همه چی بود. بله خب من یه توضیح از اینکه شروع بشه بدم. این بازی یه جوری خب داستانیه و داستان یه پدریه که دخترش رو از دست داده ولی نمیخواد که باور کنه و برمیگرده خونه قبلیشون که دنبالش بگرده و یه جورایی داستان خود درگیری خودش با خودشه که فضای خونه هم تاریکه، چراغ قوه داری، باید مسیر تو پیدا کنی به سمت اتاق دخترت و تنها راهنماییت هم همین چراغ قوه است و یه صدای جیکی که میاد از سمت اتاق که باید بری و توی مسیر هم یه سری صحبت هایی که با خودش حالا انجام میده. صداش یکم کمه. من چیزی نمی‌بینم. درست کتاب گیم دیزاین بود؟ آره درست. Ha ha ha.
پدره تو بازی بازی سازه، گیم دیزاینره. باشه حالا اوکی. احتمالاً دیولوپر کافه بازار بوده. مدیر بنیاد ملی. حالا من دیگه پایانش رو نشون ندادم، هرکی دوست داشت خوب بود بازی کنه. خیلی خوب بود، این یکی خیلی دوست داشت. بعد اگه دختر بچه یه لحظه زار میشد و اینا ترسناک میشد خیلی خوب. آره میشد ولی خب یکم سخت‌تر میشد چون زیاد تجربه نداریم. صدای جیغه از یه مثلا سمت خاصی میومد؟ آره از سمت اتاق خودش میومد. آره یکم صداش کم بود. آره صداش جد تمامه و صدا باز خودم زیاد بود. بازی رو سامیت کردم، لینکش هم گذاشتم توی منتشر شده، میتونین امتحان کنید. خیلی خوب، من چون خودمم یه پروژم که اصلا خیلی پیگیرشم توی همین سبکاله گرافیک و حرکت و اون نوره هست، حالا شاید اسکید نظرم اگه تونستم میذارم خوشم اومد. داستانش که بود ترکیبی سولینتیل دو و دلستافاس بود بعد. ولی کاش رو کله خود شخصیت هم یه لایتی میذاشتی که خوش هم معلوم باشه تو تاریکی، اینگاه فقط یه چرا قوه متحده که اینگاه اصلا شخصیت این ساعت بعضی قسمتا که توی دو تا سه تا اتاق که وارد میشی چرا قوه روشن میشی میتونی خودت ببینی. آره دقیقت کم، ولی کاش تو تاریکی میجو باشه قشنگ میشه. قشنگ بود در کل. نه دیگه واقعی تر بود دیگه. چرا خوبه که نه آخه میدونی چرا میدونم که شاید زن مصنوعی باشه، ولی تو تاریکی مثلا انگار بس میکنی دیولوپر شخصیت نذاشته همچون تنبل بودی چرا خوبه گذاشته فکر کنی شخصیته مثلا پشت چرا خوبه است. میدونی چی میگم؟ خب بعد چراغ که روشن میشه دیده میشه دیگه. یه دلیلی هم داره این دلیلی که کارو کردیم اینه که خب این مسیری که داره خودش رو پیدا میکنه با حقیقت رو میشه، تاریکی خودش رو نمیره، وقتی وارد اتاق میشه کم کم داره به یاد میاره روشن میشه واسش. پس فلسفه ایدو کوجیمای پشتشه. ایول اویز خواهی میکنم آیکون شما منو یاد برکیز می کدوم آیکون؟ آیکون دیسکو. آیکون دیسکو برکیز خدا بیان باز شد رفت. آره برکیز تمام شد. خب اندازه 10 قرن بعدیش ویدیو آموزشی هست، این مهمه، اینکه خوب کار کرد دستش در نکن. میراث خوبی از خودش. کسی دیگه ای نمیخواد ارائه بده؟ اگه کسی نیست بچه ها من شروع کنم. بفهم مرسی. یعنی اگه کسی بود نمیخواستی شروع کنی؟ بود آره میذاشم بعدمون، نوبت هم میذاشتم بعد. خب نیست دیگه حالا. ولی اگه بعدت کسی باشه تو فکرم دنیا به پایان برسه. حالا کاری ندارم دیگه. خب بچه ها این هم بازی بود که یه بار در موردش توضیح داده بودم. دیگه میخواد انقلاب بشه و نازی ها از کشور بندازن بیرون، ولی که این سری از اعضای نازی توی کشور موندن و باید با من خبرنگار از این عکس بندازی. یه مدت محدودی زمان داری، اگه پیدا نکنی انقلاب شکست میخواد. اگه تونستی تو اون زمان نفوذی های نازی رو پیدا بکنی یه مرحله جوته میگی تا مرحله دوازم که سر وقت هیتلر میری و خلاصه انقلاب میبره. بعد باس فایت های بازی سه مرحله سه مرحله میان. حالا مرحله اول دوم همین، اگه ببینید سمت چپی آدم معمولی سمت راستی اونی که بازی بند نازی داره معلومه دیگه نازیه. حالا گرامر بازی هم اگه مشکل داره به بزرگی خودتون ببخشید. بله بریم. من اصلا فکر کردم اینا گرامر نازی هم بچه کو آینه. امتیاز بازی هم بر اساس زمانی که نمیتونیم پیدا کنیم زمان باقی مانده مشخص میشه، ضرب در صد میشه. مثلا 3 ثانیه وقت داشتم الان 300 امتیاز دارم.
بازی میزم هر کدومتون تونستین رکوردتون رو اسکرین شات بگیریم بذارید. کجاست؟ بچه ها راهنمایی کنید. من نمیبینم. سمت چپ. این سرباز بیشتر امتیاز میگیری؟ بله. دیرتر پیدا کنی بیشتر امتیاز میگیری؟ نه سریعتر. سریعتر پیدا کنیم به اساس زمان باقی مانده بده امتیاز میده. مثلا این مسابقه خودمونه به نظر زمان بندی. اصلا 3 ثانیه مونده بود الان 300 امتیاز بهم داد. خب این باس فایت بازی سربازه، ویژگیش هم اینه که دور و بر تو نمیبینی، همه جا تاریک ظلماته. بریم ببینم سربازه کجاست. سخت. خب همینجور سه مرحله بریم بالا ببینم به هیتلر میرسم یا نه. بچه ها راهنمایی کنید. نیست، شاید اونه که زیر آدم هست، زیر بقیه. نه همیشه جلو می... همش از اول شد. آلمان بودی الان دیپورت. آه خوب چه گفتی از اول. خواستم بگم این تو بازی هستی میخوام وقتی به بازی از اول بیاد، چون کلا 12 مرحله بیشتر، ولی خب اینجا به خودم آمانس میدم. آره آمین. اوردن این لیرش بیشتره همیشه جلوتره. آره این حالا نباید به شما میگفتم، ولی خب دیگه گفتم چیکار تون کنم. چرا اونه که نازی نیستن هم هایل هیتلر میدن؟ آره این چیز عجیبیه. اصلا این سیکرت وزیر بکنم اینه آلمان نازی اونا رو یا همکنیات رو پیدا میکنی و هم سلام نظامی میکنید و بعدا میدید هایتلر. اینه باید چه استورای آلمان منتشر کن. این بازی نشوندنده اینه که نیت ها فرق میکنه، یکی دستشو میاره بالا برای شادی، یکی های هیتلر. یعنی معنیایی که از بازی ها در میارید واقعا هنریه، واقعا هنریه. بازی هنریه. چپ. همشون چپ. وسط را. یس. اسم کنم اون برنامه امو پورنگ هم که میگفت چپ چپ راست راست راست. آره یادمه، یادش بخیر. خب بچه ها ببینم الان بقیهش رو بذارم خودتون برید. بذار خودم برم. باید عکس بگیریم از هیچ ده عکس بگیر. اونا مشخص پایین داره، خون داره. باش فایت نهایی هفته اون زیر راست زیر پای اونا درش مایستدن راست 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 میان میرخصن با هم پشت اون آقای خواهیم شده پدر. آره راست دیگه اونا. آره همینجا یا این اردن لیرش منفی سمت چپ پایین پاش معلومه، سمت چپ پایین پاش بیرونه بالا 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 دم در دم در همون سیاسی همیه جای دبلی وسط وسط چپ اصلا اسم بازی رو باید میذاشتی نازی آباد. فکر کنم موضوع این بازی رو چون نزدیک انقلابان هم بود انتخاب کرد. نه اصلا اصلا تکذیب میکنم، همینجا تکذیب میکنم. آره یه سری آدم خاص بشم اینجا. میدونم دیگه آدم. ولی ده بدی هم نیست، 22 به من یکی از اینا بدم بیرون. آره خوبه. اول باید مجرد بدا کنی مثلا از هویدو باید اکس بگیری. نه اول باید من بالاخره این ویدیو رو اوکی کردم واسه یه چیز. حالا ببخشید تو کیفیتم بچه، نظرتون چیه؟ من نظرتون نپرسیدم. فقط برای 22 بهمن این کار نکن، چون اگه
مثلا به بازی مینویسه شاهوان. نه نه ترای اگر میزم اونو برمیده. نه نه گو یک ترای اگر نمیزم. بچه حالا نظر تو نماد بازی چیه؟ خیلی باحال. خیلی اینو بیمیدان نیاره اگه زندگی تو دوست. عالی جانم خیلی خوب. ایوه عالی. حالا ای بتونی کوچولو هم یه حرکت مثلا بهشون بدی، کاراکترهایی که هم حرکت کنن باید وسط اون حرکته عکس بگیره، خیلی جذابتر هم میشه. خیلی به اونم فکر کردم مثلا در حال حرکت، ولی دیدم نه مثلا اینکه میبینی یه جای صفحه رو خالی میشه یا مثلا کاراکتره معلوم میشه، میدونی چی میگم؟ آره. یه گفتم همینجوری حالت شعور مثلا اینجوری شعور مرگ بر هیتلر، مرگ بر. اگه همه حرکت کنن یه جای صفحه خالی میشه یه جای صفحه پر میشه، ولی خب یه ذره کنترلش میتونه سخت شه. حسش میتونی بکنی یعنی همه کاراکترها حرکت کنن، بعد لولات فعلا حس میکردم سخت نمیشن، یعنی مثلا میتونست یه جوری سخت شن، یه ذره مثلا پارامتراشو پاس بدی واسه اون 12 تا، اولش مثلا تعداد کمتر باشه آخرش تعداد بیشتر باشه راه هم برن، یعنی هر چی میرفتی جلو سخت‌تر نمیشد بعضی آسان‌تر هم میشد. مثلا یه چیزیه که در حد یه ساعت روش وقت بذاری پارامتراشو عوض کنی واسه هر لول ممکنه جذاب‌تر شه، هر چی میری جلو سخت‌تر شه. دوره اینم ایده خوبیه مثلا برای حالت معمولی 100 نفر جمعیت از گرفتن، برای هیتلر 200 نفر جمعیت. حالا اون سرباز دیدینی و بعضی وقتا صفحه خالی میشه، این الان باگ بازی بود الان فهمیدم باید برم فیکسش کنم. بعد بچه‌ها خوب دیگه نظرتون ایده هیتلر مشکل بود که میاد زیر آدمای دیگه نمیشد دیدش، همون دیگه باید سخت بشه، ولی همیشه یه مقداری معلوم است مخصوصا به لباس هیتلر دقت کنی زرد سبز تیره است، قشنگ معلوم بود همیشه یه مقداری همیشه معلوم است. یعنی بازی فاند همه رو به وجد بود. دمت گرم. مرسی. بچه ها مرسی دمت گرم. واقعا به مورد. بازی پارتی بشین. دوره همی بشین. جای هیتلر بشین. آدم فروشیم اینجا. ولی کاملا استعداد داری برنامه کودک بسازی. یه دونه بود یه گربه داشت دنبال جای پاش میگشت با یه دفترچه سبز میگوشید. اسم چی ها باشه؟ میادم چرا؟ یه مرد خنگی بود آبی کجاست زده خواب من قشن جلو چشت بود میدیدی میگفت اینجاست بعد میگو کجاست مثل خنگا حسمون در میبود نمیشتی تو چی میگفتی اگه تلویزیون میکروفون داشت میشنوید بچه بودیم نگه بابا عجبا حالا بس چرا باز برنامه کودک آخه چه ربطی داشت نه همون بود دیگه هی بچه ها داد میزدن که آره این اونجاست من پیداش کن آره آره ولی خب دیگه فکر میکنم برای تم امسال هم چیز خوبی در اومد خودم که اینطور فکر میکنم نه خوب بود مرسی بچه ها خیلی خود اون مکانیک عکس گرفتن کلا مکانیک خوبی بود یعنی یه نگاه خوبی بود که عکس بخوای بگیری کلا مکانیک عکس گرفتن تو گیم ها باحال همیشه خب مرسی بچه ها دستتون رو کنم نفر بعد آخه یه نفر بعدت بود پس آره خب کسی نیستش من ارائه بدم این یعنی اگه میخوای کسی زودتر ارائه بده اگه هم که نه برو خیلی باحاله نه خودتی من دو تا با کیفیت مختلف آپلود کردم واسه اینکه بتونید دو تا تجربه متفاوت از گیم داشته باشید یکی 360 که همینجاست 3.5 مگه اونو که 24 مگه 720 نه یک دو سه بگو پلی کنید نه گیم پلیش کجا هنوز پلی نکنید خب بعدش بریم سراغش خب اول اینکه ما یکم چیز آوردیم یکم وقت کم آوردیم یعنی قرار بود بازی لول به لول باشه تو بتونی از این لول بری به اون لول ولی نرسیدیم و من تهش فقط تونستم یه لول بسازم که گیم پلی تایمش اینجوری کوتاه میشه یه دقیقه است کلا ولی خب روش تمرکز کردیم که رو اتمسفر رو خیلی اوکی در بیاریم و اینکه در کلا بازی پارکوریه یعنی شما میتونید بپرین اسلاید کنین از رو دیوارهای مثلا این پلتفرم‌های مووینگ بپرین و اینکه واک چیز کنین واک کنین یعنی روی والا بدوید خب حالا پلی کنین ویدیو روی ویدیو هم توضیح بدم یک دو سه بگم خب این از ویدیوی میگم بعد آرتیستمون هم یکی از دوستم علیه اون تمام این آرت رو زده جز کاراکتر اصلی که انیمیشنش هم از خودمون نیست
بعد اینجوری که یه راهروی که شما اسلاید میکنی حالا میرین جلو، بعد اینجا پلتفرمای حرکت کنندن که باید ازشون بپرین تا برین اون راهروی بعدی برسین. بعد دوباره یکی از اون راهروهاست و جلوتر که خفن ترین جای بازی نظر منه همون جایی که قرار دیوار راه بریم. اتمسفرش خیلی اوکیه، میپره رو دیوارام پایین چوبه بیافتین تیغا پایینش چه خبره؟ آره دیگه نرسیدیم، یعنی من خودم ایدم اون بود ولی اصلا نرسیدیم، یعنی همینم خیلی سخت در آوردی. بعد تهش هم میرسه، آره شمشیرش رو پیدا میکنه دیگه تهش، مبارک اینا، آره طرف به شمشیرش میرسه و خوشحال میشه. چاهنگی داره، واو. آهنگش هم خودمون نساختیم دیگه، این واسه بندای متال راک، یعنی اول قرار بود موزیسین هم داشته باشیم ولی نیومد کار داشت، بعد مجبور شدیم از بنده چیز استفاده کنیم، لمب آف گاد استفاده کنیم از یکی آهنگاشو. اونا هم پذیرفتن خیلی. آره باشن صحبت کردیم، اونم گفت ریمیش پتیمن شده. بعد از مرگش چیز اون بازی جدیده هست نینجاییه، یادم نمیاد اسمش، گوست رانر، آفرین هم شبیه این میجور میجور این تو مایه میرورزجه میرورزجه آفرین. آره بعد اصلا اپتیمایز هم نیست، یعنی از سفیرش کم بدتره مثلا، یعنی خودم داشتم به زیر فیلم میگرفتم خودم یاد بنچمارکه سفیرش بنچمارک شده دیگه، یعنی مثلا 38 چند FPS میده کم. ببین اینجوری بودش که من نرسیدم بیک کنم لایتر رو، بعد 170 تا لایتر 80 داری خوده؟ نه من خودم ولی میگم نرسیدم اصلا بیک کنم، دیدم تایم زیاده، بعد مثلا یه سری ترفند زدم که یکم بهتر بشه ولی خیلی بده. لودین کوئسچن میذاره، میگه اگه داشتی رو 380 بازی کن، اگه نداشتی دیگه نمیتونی بازی کنی، فیلمشو ببین. دانی لایت قشنگی بود، خیلی باحاله، فقط حیف که عمرم مجوز نمیتونی براش بگیری، منتشرش نمیتونی بکنی. چرا؟ چون کاراکتر سفیده. آهنگ چیز داره، آهنگش مشکل داره، در آهنگای شیطانی داره، آهنگای شیطانی اینقدر مینوازیم تا شیطان ظهور کنه و این داستان. اون آهنگی که خواستی رو بازی بزنم شیل اونو میزنیم روش منتشر میکنیم. باید اصفهانی یا شجریان بذاری روش. کنتون هم نفس نفس میزنی، باید خیلی آروم و متین نفس نفس میزنی. من نشون میده که کسی که در این حرف رو میزنم، من نشون میدم اگه کسی خواست دنبالش رو بگیره میتونه بره پیش خودشون، نیان پیش ما. آره هرچی میخواییم بگیم. حالا اگه برای موزیکش مشکل پیدا کردی بهنامبانی و اینا بذار دیگه، چون یا فعلا موزیکت باید تم بازی همه کم عوض کنی. اسلامی اسلیمی از مماری اسلیمی توی مماری این مدل همون استفاده میکنی، اصلا تو مسجدی داره میدوه شیطان روی مسجد، رو مسجد میدوی نوه پخش میشه، آخرش هم باید بری مثلا هرچی هم باشه هم آقا باید ترامپو بکشی امریکای زنه اکبر امریکا ترامپ مرد کسی نمیفهم ازی ایشون جانم میوتش کن بفرست برای مجوز، کسی نمیفهمه. نه دیگه بالاخره اینا قرمزن، آدمو یاد شمر میندازه. میخواید بچا بس کنیم دیگه بحثو و کل گیم جمعای دیگه خواهش خول بازی دارم یا ما هم اینجا یه ذره کار بکنیم به خودمون. خب چش کار داره؟ خب اگه کسی نمیخواد منم یه استریم نیمچه‌ای بکنم از طرز، اگه کسی نمیخواد خیلی طرز عجیبیه که از اول ایونت همینه. آره تعارفه بچه ها، اشکال نه تعارف نکنید. آره ما امروز کلن بر برنامه نویسمون رفت، برای همین الانم نیستش و دسترسی ندارم خود بردی. بعد ما بازیمون این بود که آرتش خوبه، خیلی آرتش خوبه، یه سری بادی پارت فرانکشتاین تورن که حالا داخل این بیلده هست
بعد ما میتونیم اینا رو هر کدوم تکی تکی کنترل کنیم. یه دونه چیز دارن هر کدوم، یه اینتراکشن یونیک خاص خودشون دارن. مثلا چشه میبینه، پای مثلا شوت میکنه، دست میگیره ایسامو، بعد گوشه و اون دندونه هم یک کار دیگه میکردن که فعلا نرسیدیم. بعد حالا من بهتون مکانیکاشم نشون بدم. مثلا پای اینطوری میومد جامپ میکرد، بعد اینو باید شوت میکردیم اونور، بعد خودش میرفت دوره شوتش کنیم. بعد هدف این بود که این چشه رو برسون، یعنی بادی پارت ها رو پیدا کنیم، با مکانیکای اینا اون پازل محیطیه رو حل کنیم که این چشه رو مثلا برسونیم به اون مقصده. حالا داخل این محیطی که اینتراکشن نداره من مجبورم بهتون نشون بدم. اینطوری بود که میپره سر این چیزا، لوله ها، این چشه، یعنی شوتش کنیم، بعد میره بالا و اینا. اینجا یک کلاغیه که چشه اگه برش برسه گوشتش میکنه، بعد با اون دسته که اینجا پیدا میکنیم بیایم کلاغ رو خفه کنیم که بتونیم چشه رو اینجا پرتش کنیم بره چیز بشه. آره دو تا دلیل داشت. آره هرسه تو خشن خالی کردی تو این بازی، کیوت ترین بازی کلاغ کالا تر رکرد. بعد لول دوش هم این بود که اینجا پلتفرمر داشت، بعد میرفتیم بالا چشار برمی داشتیم میامدیم اینجا. باز اینجا یک کلاغ دیگه است برای این که خفش کنیم. بعد میرفتیم اول بالا این دسته رو پیدا میکردیم، بعد میامدیم کلاغ رو میگرفتیم خفش شد، بعد چشه رو میبردیم شوت میکردیم اینجا که بازی تموم بشه. خیلی خوشگله. آره یه زوم آره اینجوری اسکرول میکنی حس این مپ های مثلا بازی قدیمی ها رو که میبینی مثلا اینجوری چیدن شورش در شهر رو. آره مپ خب بفرست اینو بزنیم والد. شورش در شهر تموم شده، دست و پاشون ریخته زمین، الان این شد. آره خب میگم این زیبایی های ایران نذاشت که ما خروجی داشته باشیم. خیلی باله. اینو خب وقت دارید دیگه تکمیلش کنید، بذار تو این دیسکورد بازی کنیم. آره میذاریم. اینو واقعا جذاب، دوست داریم که بازی کنیم. شوت کردنه احتمالاً حال میده. آره مرسی. آره از تو استیم پلیش کردی؟ نه گیم میکر. پایین استیم اون استیم مادر خودم. یه سری انیمیشن هم داشت که به چه نکاتی توجه میکنی؟ یک سری میگم اگه تیکاش به هم بچسبم فرانکشتن بشه قشنگ میشه توی مرحله. اصلا گل بازی این بود که سه تا مرحله داشته باشه، مرحله سومیه مثلا پازل رو حل کنیم بعد برسیم مثلا به این سردخونه که جسد مثلا فرانکشتن هست. جالب. یه خورده اون چی هم داره، هویت توماس وازلون یه همچین بازی بود، هویتون هم داره مثلا میشه ازشون استفاده کنه. مثلا چشمی یه جایی که تاریکه ببینه پاهه مثلا. آره دقیقا همین شکلی بود، یعنی چشم محدوده دید داره و داشت یعنی سر کاغذ. انیمیشن Where is my body رو دیدی؟ انیمیشن آره قشنگ بود، همون پسری که دستش رو از دست میده. دسته که پسر رو از دست میده. آره اتفاقا انیمیشن هم زده بودن ولی خب الان میگم چون اینتراکشن نیست نمیشه پخششون کرد، ولی فریماش خوند فریماش نشون بده. خب بیار ببینیم اما فریماش هم باحاله. بعد تونتون پشت سر هم فریماشو این فلش راستو بزن دینشون جواب بده. ویندوز 10 دیگه مثل ویندوز 7 نیستش اینجوری بزنی سریعت شه اونجوری که یادمه بدیشینه. خب من تو دکستاپ خودم گم شدم. چه دستاپش خلوتی داری دمت گرم. من ببینیش 80 تا چیز نمیدونم تو دستاپ هم کرد.
کلن همه در حال فضولی تو اسکرین هم دیگه. دقیقا تلگرام هم پیام داری یا برو ببین چی گفتن. میشه دارم میتونید ببین بعد زوم کنم. آره اگه زوم کنی بهتر میشه. آها الان بهتر میشه. خیلی خوب خفه میشه خدای. اینو چند بار باید ران کنید؟ یه بار کافی نیست. خب گم شدم. صداش هم دارم میشنم اون که صدا نداره. آره بچه ها تو بچه ها صدای فبعی بچه ها تو افکت صدا ماشاءالله تبهر خاصی دارن. حالا یکی صدا گوشه داری گوشه حالا باید میپرید که الان نمیپرید. بچه ها صدا زرافه آهو چیه؟ این چشمه میلوله رو اونو نمیشه نشون بدید. الان اونم نشون بدید. معلوم نیست خیلی ریزه. تو خود همین زوم کن. تو خود همین زوم کن. کنترل پلاس نه. چون این نمیشه زوم کرد. نه چون چیزه. باید. آه. عجب. واقعا داری زحمت میکشی. از خسته نباشی. خیلی داری اذیت میشی. واقعا باحاله ولی. برای حیف هم شد همه چیزش آماده بود ولی برق برنامه نمی سفت. آره خسارت بگیر. قشنگ بود. قشنگ مثل عشق منه این. آره چشمه می وحشتناکی. کیا بودن می گفتن کیوته؟ کیا بودن؟ خیلی کیوته. من خیلی باش باش. آی جامپو بیار. شما نمسیس رو ببینین چی میبینین؟ وای چه نازه چه گوگولیه. نمسیس ریزیدنت ایول. آره آی شوپولو بابو. کی بود؟ صدای کی بود؟ صدای کی بود؟ خندم من پیشنهاد کار برات دارم. دمت گرم. دستشو بار حرکت میکنه. آره دست خوبه. دسته که خفه میکنه رو نداری؟ همون فقط با کلاغشه؟ آره با کلاغ. اینترکت های چیزه دیگه. آقا اگه کلاغ نباشه چیو داره خفه میکنه پس؟ بالاخره سعیشو داره میکنه دیگه. خیلی با حال خوده این. مرسی. بکرد. ایوان. خیلی خوب بود. گیمپلی بودش هم بکنه همقدر با حاله. آره گیمپلی هم داشت. اون که همون اون یه ذره‌ای که سیاسفید بود خیلی با حال بود. همون اون برای گیم جام به نظرم کافی. نه حالا اون نمیگم بعدا ها ولی خب برنامه نویس برگرده بهتر از این هم میشه. برقش هنوز نیومده بنده خدا. اهواز دیگه جزء شهرهای زیبایی رو. ای بابا کشورهای جنوبی یا گاز ندارن یا برق ندارن. کشورهای جنوبی ها خیلی خوب اومدی دوست داشتم. ای بابا دوتا این کشورهای جنوبی رو نام بود. استانهای جنوبی. آوا ساری ساری استانهای جنوبی اسلام میکنم. آره یا مثل خودستان هر سر رو ندارن. آب و هوا میری فنایی هم تو زاهدان بود گاز نداشت. آره. خب تموم شد یا هنوز؟ بله نه کسی دیگه هم هست که بخواد بازی اجازه بگیرم اول اگه کسی نیست مثلا. اگه کسی نیست که شما بازی نساختید تو آواگین؟ یه مدرسه بود یه نفر ساخته بود که یعنی نه یه خونه بود گم شده بود یه چیزایی توش و
باید پیدا میکنم. اون کامل نشد. آها اون که آره توی چیز بود مامانش خواهد بود مامان پاور آپ بیاد. آره. چه اتفاق ممکنه رخ داده باشه؟ آره از بچه هاشون یه... که اون روز داشتن میگفتن کسی نیست. یه دونم امیر رفه اونم فکر کنم ارائه نداد. من هستم. فراش هم یه بازی فراش بود که با شاتگان بچه های مدرسه رو میکش اون هم نیومده. او فراش هم نیومده. یه دونم مهدی اون مدرسه رو من میخواستم. ما البته قراره تا اونجایی که پیاده سازی کردیم و ارائه بدیم ولی دیزاینرمون الان میادش. یه نه اسنایپر هم بود که میخواست همه رو بزنیم. این دیولو گریو بودش. منتظرش هم ببینم چیه داره. من میتونم ارائه بدم. مال من آماده است ولی دیسکورد چیزی ندارم نشون بدم، ولی میتونم تو یکی از این کانالایی که برای صحبت کردنه اونجا زیر 25 نفر نشون بدم، چون فیلمم نمیتونم بگیرم. پی سیم کره 2 الان جلو نمیاد. سلام دوستان، ما میتونیم بازمون رو پرزنت کنیم؟ بله یس سی. خب من یه توضیح کلی اول بدم راجع به داستان و اینجور چیزا و بعد بریم سراغ گیم پلی. داستان از اینجا شروع میشه که توی یه روزگاری دور توی معبد باستانی هیولاها کنار موجود عجیب و غریب دیگه زندگی میکردن. این معبد اونقدر بزرگ و هزار تو بوده که تقریبا هیچ کسی نتونسته همشو بره و بلدش باشه. توی یکی از همین روزا هیولای قصه ما یه مادری بوده که یه عالم بچه ریز و درشت هم کنجکاو داشته. تو همون یکی از همین روزا بچه ها مشغول بازی بودن، اینا رفته رفته دور میشن از خونهشون تا اینکه گم میشن. حیل قصه ما خیلی نگران میشه، پیش دانای اعظم میره که ازش کمک بگیره. دانای اعظم کسی بوده که تقریبا تمام این هزار تو رو یک بار رفته بوده. دوستان صدای من رو دارین که؟ بله بله بله. آره. و خیلی شیرین تعریف میکنه. مرسی، متشکرم. و تمام هزار تو بلده ولی اونقدر پیر شده که دیگه نمیتونسته راه بره، برای همین فرزندشو میفرسته به کمک هیولای قصه ما که همون کاراکتر قهرمان ما میشه. در واقع داستان اینجوریه که ما یه مپ بزرگتری داریم که این مپ بزرگ هر کدومش سکشن شده و هر سکشن شما بعد یه سری معماهایی رو حل بکنید که یه سری حالا مثلا اچیومنت بهتون میده و با استفاده از اونا میتونه که مثلا در نهایت بچه رو یکی از اون بچه های هیولا رو پیدا کنین و بهش تحویلش بدین. مثلا الان اینجا کاراکتر ما رو داریم میبینین که باید هی بره بالا. اینجا الان انمی رو میبینیم که باید انمی رو حالا مثلا یه جوری بکشه. توی داستان در واقع تو لول دیزاین اینجا مثلا باید با مشعل این کار رو بکنه، ولی خب به یه سری باگای کوچولو خوردیم، مجبور شدیم یه سری تغییراتی توش بدیم. کله اون گربه تروفی هیولا هست. یه نکته هم بگم که این بازی در واقع اینجوریه که شما از جایی که استارت میخوره صفحه فقط یه نوری روشنه و هرچی که شما جلو تمرینی حالت اکسپلور کردن داره و در واقع حالت گسترش پیدا میکنه و روشن میشه اون قسمت هایی که تاریکه، که خب البته هنوز نرسیدیم سینکش بکنیم با هم و پیاده سازیش در واقع اوکی بشه. بعد بچه هاشو پیدا میکنه. آره مثلا اینجا توی محفظه باله که الان دیدیم یکی از بچه ها بود که اینجا بچه رو پیدا میکنه، یه سری دیالوگ با هم در واقع رد و بدل میکنه، صحبت میکنن و بعد میره سکشنه بعدی که مثلا پارت بعدی اون نقشه بزرگ است. اینجا هم همون قسمت استارت کار الان کاراکتر صدای من میاد.
بله بله صداتون میاد. از اینجا به بعدش و مسئله فنیش آقای غلامی دوست خوبم توضیح میدم. برسن ازتون. میخواستیم که کل صفحه یه جورایی تاریک باشه، یعنی این قلعه یه جورایی تاریک باشه و با این مشعله اونجایی که اون پلیر داره میره، این دختر کوچولو الان گربه نیستش، این دختر کوچولو داره میره بره، با این مشعلش روشن بشه اونجا. بعد دختر کوچولو هم یه جور گربه است. با این دختر کوچولو میخواستیم یه سری معما رو حل کنیم توی اینجا. فقط اون قسمتی که دختره هست فقط روشن بشه، بعد بیاد یه سری کلید رو پیدا کنه، یه سری چیز پیدا کنه بره توی اینونتوریش. متاسفانه توی این که دوتا دیولوپر بودیم، بعد میخواستیم کارمون رو بذاریم رو هم دیگه، یه ارورایی میداد، یه سری مشکلاتی برخوردیم، بعد نرسیدیم تا اونجاشو کامل کنیم، وگرنه الان باید مثلا این کلیدو برمیداشتیم، اون الماسو برمیداشتیم، این هیولاه باید سر راهمون میبود، بعد یه جورایی هیولاه رو از سر راهمون برمیداشتیم. حالا من خودم چون که نرسیدیم هیولا رو برداشتم، یعنی نقاطی که حرکت میکنه رو بردم اون طرف که بتونیم ازش رد بشیم. فکرنه باید بیام اینجا یه سری چیزهایی برداریم و برسیم به اون هیولا کوچیکه که مامانش گمش کرده، بعد اونجا در رو باز کنیم و ببریمش خونش. این فقط یکی از مرحله‌هایی بود که میخواستیم پیاده سازی کنیم. یا حتی توی این راه روهایی که الان داریم ببینیم اینجا یه سری نواره تیقی حالت متحرک داره که شما مثلا یکی از چالش هایی که داریم باید سب کنین این هی باز و بسته بشه و موقع ازش عبور کنین که بهش برخورد نکنین. اینجور چالش ها اینجور چیزا هم داره داخلش. راجعه اون کارکتری که دختر کوچولو که گفتیم، حالا سعی کردیم که از هیولا استفاده کنیم به طور کلی که نخواهیم زیاد رو بحث جنسیت و اینجور چیزاش هم منوف بدیم و بگیم مثلا این پسر دختر چیه. فعلا از ما این دختر کوچولو رو بپذیرین تا ایشالله که اینو دیولوپش کنیم کامل و چیز با حالی فکر میکنم میشه. نه دیگه نمیشه، باید پسر میبین. قبول نمی کنیم، نمیتونیم قبول. ایوا ایوا. ولی این نهایی شد میذاری؟ خیلی خوبه، قطعا میذاریم. قطعا بله. من یه چیزی بگم، شما استوری تلینگتون خیلی باحال بود، روی بازی که صحبت میکردین خیلی قشنگ. مرسی لستاری. آره داشت خوابم میبرد، خیلی خوب. بعد نسبت به یه بازی چلا استراتژی داستان حجیمی داشت، من بیشتر از اینکه از خود بازی خوشم میاد از لحن صحبت شما خوشم آمد، خیلی قشنگ بود اون توضیح دادی. متشکرم. مرسی از امیشون. متشکرم. جانم شبیه قصه روز جمعه بود اون بچه بودیم. دوستان اگه نظری پیشنهادی انتقادی چیزی قشنگ مطمئنم به تزینم میشه، مخصوصا محصول نوایی اینطور که بوش پیداست. متشکرم. حالا یه سوالی برام پیش اومد، سوال تکنیکی. خواستن هم این تاپ ویوی که داریم، خب الان توی بازیتون تاپ داونی که داریم در واقع دوبودیه، یا اینکه مثلا توی محیط سه بعدی اومدین دوربین رو 90 درجه چرخوندین؟ نه این کار دوبودیه. حالا ای خواستین، من خودم چون قبلا یعنی توی این پروژه این سبکی کار کردم، اگه خواستین هوش مصنوعی کارتون آسان تر بشه یا از نوش ایجنت استفاده کنید، میتونید کلن ببنش روی محیط سبودی و در واقع این اسپرایت ها رو بدین به یه پلین ببخشین و اونجا از نوش ایجنت استفاده کنید، هوش مصنوعی رو خیلی راحت میتونید پیاده سازی کنید. حالا ببخشید میونه حرفتون، یه خورده بحث الان فنی میشه، ولی من خودم از اول از نوش استفاده کردم، ولی مشکل این بود که سرعتش رو نمیشد ثابت نگه داریم، یه جایی یه دفعه تون میرفت، یه جایی هر کاریش هم کردم با اسپیدش بررفتم، با اکسلریشنش بررفتم، ولی هر کاری کردم باز
یه جاهایی تون میرفت یه جاهایی نمیدم چرا واقعا. آره خود در اون نفشه خیلی باید جزئیاتش. آره بعد با از آستار استفاده کردم. آستار آها اونم خوبه، یکم پیچیدگی داره ولی خوبه. آستار آره عالی بود. مرسی مرسی مشکر. بچه‌ها فقط یه سلام وقت بخیر. صدای من میاد؟ بله 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 بله. خب بله. اگه میشه ما دو نفر داوطلب میخواییم که با همون بازی کنن. بازیمون چهار نفر است و خودمون دو نفر نمیتونیم. من لینکو میذارم توی گروه قسمت گفتگوی جم جمی. حالا کسی که دانلود کرد بگه. کسی وب سرور فیری میشناسه جز هیروکو؟ کلش رو دانلود کنیم ها. با نصفش که باید نرم پوست بوده میخواد کلش رو دانلود کنیم. قشنگ بود. قربونت برم. یکم در مورد بازیتون توضیح بده لطا. فقط یه چند تا نکته بگم اگه کسی دانلود کرد قبل اینکه وارد بازیشه فیلتر شکن بزنه بعد بازی رو ران کنه منتظرش بقیه جوین بده. بازی ما یه دقیقا همین تمی که رویداد داشته رو دنبال کرده. یه پدری که توی قسمت قبلی یعنی گیم جم قبلی که ما رفتیم این ماشینش توی بیابون خراب میشه و میره دنبال تعمیر کردن این و یه رقابتی شکل میگیره تو همون نسخه قبلی. اما اینجا اون رقابت باعث به منجر شده که پدر بمیره. یعنی الان پدر به قتل رسیده و سه نفر از کلانترهای محلی دنبال اینن که ببینن چرا پدر به قتل رسیده و چرا این اتفاق افتاده. یه دونه از اعضا نقش قاتلو داره، سه نفر دیگه کلانترن. و خب من جوین شدم. چرا فرد نوشه وایتو چه اینجور نوشه؟ منم جوین شدم. آره ویتش با فیلتر شکن جوین شدید یا؟ آره آره فیلتر شکن. خب بذاری کنترولش چجوریه؟ اگه میشه یکی تون استریم کنه. من نمیتونم استریم کنم، عذرخواهی کنم ازتون. خب بذار من اسکرین کنم. آره من بازی میدم. صداش داره سمت میتونم. چه صدا چیه؟ خب اون کنترلر رو که میبینید شما میتونید جهتاش رو چپ و راست و چیزایی که میدونید و خب چهار تا کاراکتر دیگه یعنی با شما میشن چهار نفر توی مپ هستن. اگه دقت کنید اطرافتون تاریکه یعنی شما دید زیادی نداری و خب کسی که شما رو ببینه میتونه تصمیم بگیره که دستگیرتون کنه بهتون شلیک کنه یا بذار شما برید. اگر پلیس‌ها با هم دیگه شلیک کنن که تیم کیل کردن و خب پیچه دیگه اون آدمی که تیم کیل کرده از بازی حذف میشه. اما اگه شما که نقش پلیس رو دارید همین آدمی که الان داره اسکرین میکنه ستاره گوشه چیزش اون نقش پلیسه. اما اگه این شلیک کنه به مافیا خب بازی تمام شده و قاتل رو دستگیر کردن برنده شده. حالا کیف بازی هم بینه خب گروهی باشه و بقیه صحبت کنه حالا تیم اسپیک دیسکورد و چیزهای دیگه. و اول هم قرار بود بازی ترن بیس باشه ولی خب تصمیم گرفتیم که ریل تایم بشه به خاطر محدودیت هایی که وجود داشت. فقط سوال چه سر نخواهی من... که تشخیص بدیم که مافیا سوینه؟ شانسیه دیگه، المانای شانسیه و اینکه شما اگر فرزن به یه نفر شلیک نکردی لباسش مثلا بنفشه سری بعد دیگه میتونی دقت کنی. خب اونی که بنفش من به شلیک نکردم و پلیس بود دیگه قاعدتا نمیتونه وسط بازی نقشش عوض بشه. الان این دشمنه نمیشه به شلیک کردن
میتونی شلی کنی دیگه روی قرمزه باید بزنی. آره آره روی قرمزه که اون مرده قاعدتا باید شلی کنه مگه الان باک خورده باشه. من الان دارم میزنم حالا. خب اون یکی بازی کنه نمیتونه شلی کنه. نمیدونم واقعا این بنده خدا که افتاده چرا افتاده راه نمیره چون مرده بکنم کشتی اونو میتونی نمیدونم نشرش برچید نمیدونم بکنم کشتی اونو و خب خلاصه بیس بازی این شکلی بود. حالا یه سری مکانیک هم میشه بهش اضافه کرد ولی خب این مشکلاتو داره فعلا. من فقط ایده رو دادم و کار خاصی نکردم. بیشتر بازی و حسین انجام داده و تقریبا میشه گفت یه نفره بازی رو ساخته. من فقط کمکش کردم. حسینم میکروفون نداره. اون پایین لباس قرمز تنشونه روی توی آواتارشون. یعنی برنامه نویسی و بقیه کارا رو همه رو خوش انجام داده. فقط مال من رنگ ویدز و آدرز. خب فکر کنم بقیه چون پر شده بود. حالا بعد از این میشه اگر فقط فقط میگم یکم سرعتشون کنده. مثل امانگ آسه در واقع. یه جورایی میشه گفت چیزی که توی ذهن من بود یه تلفیقی از مافیا و امانگاس باشه ولی خب چون محدودیت زمانی وجود داشت فعلا تا همینجاش پیاده شد و یعنی میشد به اون مثلا پلیس‌ها یه سری نقش داد چه مثلا یه سری ابیلیتی خاص داشته باشن و حالا مثلا میشد که مثلا یکی دوتا زامبی هم این وسط آورد که یه خورده وضعیه رو سخت‌تر کنن برای بقیه و طوری هم طراحی شده بود که حداقل تا 10 نفر بشه بازی کرد. یعنی 3 تا قاتل داشته باشیم و 7 نفر هم که پلیس باشن. پلیسی الان پلیس هم با هم اومد با هم پلیس وین یا جفت شده بکن یا مساوی شده یک به یک شده احتمالا من چرا زیدم یا باگ. خب دیگه دو نفر یک به یک شده فکر کنه یه قاعدتا یه نفر بعد از این بعد زنده باشه. ایده قشنگی بود جالب بازی مافیا. حالا بعضی ها میگن امانگاس و اینا خود امانگاس هم ایدهش از مافیا بود اصلا قبل از اینکه اسمش امانگاس باشه اسمش مافیا فضایی بود اگه نمیدونی بعد اومدن اسمش رو تغییر دادن. بازی مافیایی قشنگی ولی کاش مثلا چند تا سرنخ هم بدیم مثلا یه اسکنری یه چیزی که بشه مافیا تشخیص بده یه میدونیش دیگه یه سری المان ها اضافه کنیم که سرنخ های بیشتر دست آدم بید. خود مافیا همیشه همین جوری آخه الان یه خورده برتری به سمت پلیس هاست به خاطر برتری عددی که دارن و خب یه خورده قضیه برای مافیا سخت‌تر میشد. اما برای اینکه بشه تعادل بازی رو برقرار کرد من قبول دارم حرفتو ولی خب اینم در نظر بگیر که زمان واقعا محدود بوده و یه نفر پیاده کردن این بازی کار سختیه. در کل قشنگ بود. حالا درست تو 48 ساعت ساخته شده من کاری ندارم ولی در کل بازی قشنگ بود زمان کشید. مرسی مرسی. یه سوال فنی میتونم بپرسم جانم؟ اینو بخش که آنلاینی باشی پیاده سازی کردی؟ اینو میتونی از برنامه نویسمون بپرسی حسین. میگم بهش پیام بده ازش بپرس. من دقیقا اطلاع ندارم. من فقط توی دیزاین و ایده اولی بهش کمک کردم. خودش تکی نوشت همه چی رو و انجام داد. بله بله زیر آقای مصطفی و حسینی هم دقیقا. تو گروه منشنش کن که بتونی. چشم. بچه الان داره این حرفای ما سیری میشه دیگه درسته؟ بازیش خیلی خفن بود. از حرفای شما هم سیری میشه. آه حالا داره سیری میشه یادم رفت بگم. این بازی هیسلریه رو خودم تک نفری ساختم و اینکه اینجا سفت بشه دارم میگم شاید میدونست ولی گروهی نساختم اینه تکی ساختم همین ایوان نه نمیگفتم چون سفت نمیشدی گفتم مثلا اینفورمیشن بگیرم. بعد بچه سلام من
اگه حرفی دارم بگین تا من اگه بعدش کسی نمیخواد بازیمو شیر کنم هم بگیم. همه اون هم اینو میگه نه شیر کن. من منتظرم ببینم بازی. شیرین رو اگه داریم بگیم تا شروع کنم. بله شروع کنیم. خب بازی ما با صدا کار میکنه و هر چقدر که ما به اون آبجکتی که اینجا گم شده نزدیکتر بشیم که یعنی یه دونه جامدادیه دست زدن اون طرف خیلی تندتر میشه و ما فقط با همین دادهی که داریم از بازی باید اون آبجکتی که اینجا اینستنس شده رو پیدا کنیم. همین. و الان من الان مثلا بیام این ور بیام توی اتاقا حالا برای اینکه اینجا انقدر خوش و خالی نباشه بنویسه وین ما میخواستیم به کاتسین بذاریم که این داستان این اینجوریه این جامدادیه طرف گم شده و الان سرویسش میاد و باید سوار بشه یه نرسه باخته برای همین اینجا یه تایمر باید داشته باشه و اینا که الان وقت نشد پیاده سازیشون کنیم همشو و تا پایدا میشه میخواستیم یه کاتسین نشون بدیم که در باز شد و بچه داره میره بیرون همین بود ایده اینا. من یه توضیح بدم این همون ایده ای که دیروز در صحبت کردیم و چون حالا خواستم از فری اسست استفاده کنیم اون فضای مثلا اتاق بچه رو نتونستیم برامدیم توی خونه در بازی رو سعی کردیم انجام بدیم و این که حالا یه سری چیزا هنوز لازم داره دیگه یعنی به جای این که کیف بذاریم گفتیم خب جامدادی باشه که کوچیک‌تر باشه بعد با اینکه حالا مثلا اون شلوغی خونه اینا هنوز کار داره خونه خیلی خالیه و اینکه یه سری صدای صدا جاگذاری نشده ولی اگر که بخواین من میتونم روی سیستم خود صداتون خیلی لگه اسمیشن نشده تو این چیزی میگه آه الان میبینید تو لیت تو کچ ا باس آی تیک یو تو اسکول تیک مای پنسل کیس اوه مای گاد Just let's go. Oh, it's late. Did you find it? Oh, it's too late to catch a bus. I'll take you to the school. یه صداهای این مدلی در واقع درست کردیم که حالا رندوم بعضیشون شنیده میشه بعضی هم با توجه به اینکه اون جامدادی رو پیدا میکنه یا نه عوض میشه. و اون کاتین هایی که هم تیم توضیح داد ایده ساده و جذابی بود فقط صدای دسته رو من نشیدم نمیدونم چرا گرافیکش به نظرم طبیعی بود ممنون چیز خوبی از یونیتی در اومد قشنگ بود من آره ما سعی کردیم که با در واقع اسطای فیلی اسطایی که وجود داره دیگه یعنی هشت کم داشتیم و از اونجا در واقع پیدا کردیم چون آرتیست نداشتیم تو گروهمون و اینطوری خلا و سعی کردیم جبران کنیم یه تو 48 ساعت که خیلی کارا نمیشه کرد بعضی هم آرتیست هم خوب در اومدیم تو مهم اینه که یه قشنگی بود خوب در اومدیم من آره خیلی خوب بود همین که الان بسته شده در اومده به نظرم دستاورد خوبی بوده خیلی خوب بود
خب کسی دیگه هست که بخواد ببینه که اگه کسی نیست ارائه بده؟ من هنوز منتظر اون بابای مدرسه هم با مسلسل قرارش میگه نساختن احتمالاً دیگه. بازیش غیر قانونی بود. خوشناتی بیش از حد. یکی میخواست ویدیو بفرسته نشد؟ فرستاد دیگه. دوتا بودن فرستاد. من نتونستم ویدیو بگیرم. گفتی بریم توی کامپیوتر رو نمیگیره. فقط میتونم با گوشی از روش فیلم بگیرم. آره. اگر دیگه کلا این کار تموم شد همونم بگیر. چون دیگه نمیتونم. چون فعلا راهی ندارم. روی یونیتی ساختیش؟ من نه با جاوا اسکریپت زدم. آها. اگه روی یونیتی بودی یه اسست بود اون میگرفتش. ولی حالا نیستی. آره نه من با جاوا اسکریپت زدم. این کامپیوترم فروختم. الان یه کامپیوتر ضعیف‌تر دارم به خاطر همین نمیتونستم از گیم انجین استفاده کنم. مجبور شدم خودم با کد بزنم. تعریف کن بازی تو برام. تعریف میکنم براتون. بازی من از این قراره که شما عکس بهتون میده. بین جمعیت باید اسنایپ کنید اون کسی که داخل عکس دیدین و باید جنازه تحویل بدید. همینجور مرحله میره بالا هی شلوغ‌تر میشه. وقتی صحبتتون تموم شد میتونم بهتون نشون بدم. آخرش هم آنلاینم، یعنی چیزه براوزر گیمه، لینکشو میذارم بتونین بازی هم بکنین راحت. الان فقط درگیر این آپلود کردنش هم توی یه دونه وب سروری دیگه. آخر تو هیروکو میخوام بذارمش. ولی به نظرم خیلی با میتونی تو itch.io بذاری یا فکر کنم اونجا آره همونجا میتونی اشتباه نکنم. ایچ هم حتی HTML جاوا اسکریپت رو نمیشه گذاشت، باید لینک بذاری. آره فکر کنم باید تو مثلا درایو میذاشتی. آره براوزر گیم رو میذارم یه وب سرور کوچیک بذاری. نه نمیخواد زیپ بذاری خودش میفهمه وبه. آره نمیتونی یه خروجی HTML باز نمیکنی. ببین باز نمیکنه. حتی برای اینکه توی پیج HTML شما بتونی صدا پخش کنی و یه سری عکس‌ها رو نشون بدی بازی داشته باشی حتما باید از طریق وب سرور دستور اجراش به براوزر برسه. خب دیگه کسی دیگه نبود. اگر هیچ کس نبود من تو یه دونه روم دیگه میذارم. حالا اگه کسی دوستش بیاد ببینه، اگر اون نکه بالاخره در نهایت میذارمش. میام یه کاری کنم حتی بریم توی گپ صوتی جدا بعد تو برام اسکرین شیر کنم. من فیلم میگیرم بعد فیلمشو برای بچه ها میذارم اینجا. باش اگه الان بریم توی هر جایی استریم داره میشه میتونن بقیه برام استریمو ببینن و حالا من میام اون برکه. آره. بازیاشی میکنم. من با گوشیم میخوام از روش فیلم بگیرم دیگه. من الان خودم تنها میرم توی رومی میگیرم کسی دوست داشت بیاد ببینه دوباره میگرم صحبت میکنیم. اوکی استریم بگیرید مرفت. آره از 25 نفرم اونجا بیشتر نشه چون اگه بیشتر شد دیگه نمیتونیم الان بره آن کنه دیگه خودش لاکی میشه مشکلی نیست. این هم نکته مهم بود. فقط منم برم قبلش که بتونم استریم کنم. آره تو برو استریم کن که داشتم رفت توی این اتاق برم. چرا اومدی توی این اتاقه که کوچیکتره میشه توی گپ صوتی عمومی مثلا این 5 تا فقط جا داره. اجازه دسترسی دارم بهش میدم به دیسکورد که والله من خودم زیاد اصلا دیسکورد حالیم نمیشه الان. شما این میدونی به هم بگو جاش کجاست من بزن اول بیا توی بزنم با گوشی فیلم بگیره. باشه باشه اومد آره بیا تو گپ صوتی عمومی.
روی گوشی نمیدونم چطوری باید باشه الان پیداش میکنم. چرا؟ تو جذاب بود. کسی میخواد میتونه بیاد تو اون گپ صوتی عمومی کمکم بکنه، میخوان استریم کنه. من نمیدونم رو گوشی چطوری باید دسترسی رو. من رفت. خب گفتم بقیه هم بیان شاید یکی بتونه کمکت کنه. دستش مدر نکنه ممنون. اذیتتون رو کردم. نه با. چالش های گیم جم آن. گوشی چیه؟ اندرویده؟ آره الان همه دسترسی ها رو براش اوکی بکنیم شد. ایوان خودم رو داره نشون میده. ای بابا یه دوربین بیشتر نداری؟ میتونیم بچرخونیش. آها آها آره نه دیگه خیلی سخت میشد اگه میخواستم تازه بچرخونمش. ببین خب ببین اگه که گوشو بچرخونی میچرخه تصویر. یه نکته ای فقط لنز میچرخه؟ نه نمیچرخه. مگه اینکه لاک نمیشه باشه چی نمیدونم تصویر. نه مونیتورم اصلا مربعه. میگم این کامپیوتر بازی مربع داره. بازی ریسپانسیو حالا هر چی. اوکی. مشکلات براوزر گیم. خب اینکه اول اینجا اگه خوب دیده نمیشه اینجا نمیشه کلیک تو پلی اف 11 تو فول اسکرین اف 11 رو میذارم کلیک کنم. هلو ایجنت یور میشن ایز تو کیل دی تارگتس آن سایت. صدای خود. آره آره خب تارگت رو اینجا باید پیدا کنیم. الان زدم صاف بیفته از مرحله 10 که یه خورده اینجا شروع باشه. ببینین شما دیگه من الان تارگت رو باید بگردم پیدا کنم. ها داره میره اینجا تارگت کیل لول اپ. آره دیگه همین جوری هی شلوغ‌تر میشه. 88 تا کاراکتر مختلف تو بازی هست. فری هست از هر جای اسپرایت پیدا کردم آوردم دو نفرین من. ولی استایلاش به هم میخوره. چیاش؟ استایل آرتایی که پیدا کردی به هم میخوره قشنگ شد. آره دقیقاً. من کد نویسی اینا همه رو کردم. آرتا رو یکی از بچه‌ها تو هم گیم جم هم هستش. اون اینا رو پیدا کرد و همه رو برام آورد. تصویر ندارم. نه. حالا بعدا میخوای ویدیو هم رکورد کنم بذار. امیدوارم که فکرم تازه بقیه اومدن. آره. استریمو ببینن. اگه خب بذار یه قطع واسه میکنم الان. آره. میبینی تارگت کیل لول اپ. بعد اگه آدم معمولی بکشی چیزی میشه؟ چی بشه؟ آدمای معمولی رو بکشی اتفاق میفته؟ آره نه آقا یه آدم معمولی الان بزن یه جونت پرید سه تا جونت به پره کلن میوازی اون پایین لایوزا رو اینجا این پایین زده دیگه. این نمیدونم درست همینجور شلوغ‌تر میشه دیگه. بذار هر لول پنج تا آدم جدید میاد تو بازی را میره میره رد میشه. بعد همینجور تا بی نهایت هم لول ها میره بالا. بازی گیم اوور شده دیگه تموم شد. ببینیم تیرام تموم شد یه مرحله افتادم پایین هست. گیم اوور شدیم باید کلیک کنیم ریسیت. ایبا اینه نز... دیدم تو استریم یک ده تا بازه نفری هستم. میشونی بریم اون بر نظرشون رو بگیم. باش دست شما در نکنه خیلی ممنون.
که خوبه. آره خیلی پیشنهاد کلا هم به هر حال کسایی که نمیتونن به هر دلیلی بیان اونجا، حالا ما هم هر سال محدودیت جا داشتیم، یعنی یه دست کسایی که نمیتونن بیان مشکلشون بود که ثبت نام تموم میشد و اصلا جا نبود که بیشتر بود. دوستان سلام مجدد، کسی دید بازی رو؟ خودم از سیم نرفتم، زب میشه دیگه بعدا میبینیم. بابا شما الان میرم میرم. فقط در مورد این مجازی بودنه دو تا مزیت داشته، که این که اگه کسی مثلا تهران نبود خیلی راحت‌تر میتونست شرکت کنه. دومیش هم که مثلا کسی اشاره نکرد، مفتی بود آقا، مفتی. ولی نه حالا یه خواهشی دارم، مفتی بود ولی دیگه زحمت پذیرایی از خودتون با خودتون بود دیگه. آره دیگه، وقت و هزینه رو هم خودت خرج میکردی. نکته منفی شد. ولی حالا خواهش دارم آقای رسول، اگه میشه سالای بعدی اگه میشه این یه بخش آنلاین هم در همین کنار حضوری بزنین، که کسایی که حالا به هر صورتی نمیتونن حضوری شرکت کنن باشن به هر حال، اگه امکانش هست. آره اگه بشه خیلی خوبه، خیلی خوبه، موافقم کاملا. چون هم به هر حال مشکل نبوده، هم که کسایی که تهران نیستن بتونن جوین شن، هر چی بیشتر بتونیم دوره هم باشیم بهتر. اگه بتونیم یعنی زیر ساخت خوبی داشته باشیم که هم زمان بشه، یعنی هم حضوری باشه هم مجازی، اون حتما اون کارا رو خواهیم کرد. خیلی خوبه. یکی چیز دارید کلی مانیتور و اینا هست، اونو میتونید بذارید اینایی که آنلاینن هی نوبتی بیان اونجا کارشون شیر کنن، ملت حوصله‌شون سر میره برن مال اونایی که آنلاینن رو ببینن. یه دونه دوربین هم مثلا چند جای مختلف میذارن، اونا هم تو این فضا باشن. فکر کنم شدنی باشه، حالا یکی دو نفر باید دو روز اذیت چند زحمت بکشن فکر کنم، ولی ارزشش رو داشته باشه. اصلا اینایی هستن که دوربین 24 ساعته تو خونه شون میذارن، مردم میان تماشا کنن بابتش پول میگیرن. یکی از این کارا رو میکنن تو یوتیوب. اینا منظور میگیرین یا نه؟ آره چه واکینگ این لندن و اینا، مثلا واکینگ این آوا گیمز میتونید هم بزنید. کلا ایونتی که برگزار شد خیلی خوب بود، خیلی دوستانه بود، من خیلی حال کردم، خیلی جذاب بود واقعا، کیفیتش خیلی عالی بود. و این نکته که بود ما یه گیم جمی تو اوکراین هم شرکت کردیم، هم کلا آنلاین بود با خاطر این بحث کرونا، ولی بحث منتورشیپ خیلی توش پررنگ بود. یعنی داستان که وجود داشت این بود که یه سری کلندر وجود داشت، میتونستی کلندر بک کنی، منتورهای مختلف و تو ساعتهای مختلف و منتوره صحبت کنی. این چیزی بود که خیلی پررنگ بود اونجا، به نظرم بد نیست اگه که قراره که همچین چیزی تکرار بشه در نظر بگیریم تو سری بعد. آره اینم پیشنهاد خوبیه. حالا ما سال پیش معمولا چون کسایی که میومدن همه کسایی بودن که به حال اگه بخوایم منتور انتخاب کنیم مثلا همونا بود میومدن میشستن، اون ارتباط شکل میگرفت فیزیکی، ولی آره وقتی که آنلاین شده خب میتونستیم دقیقاً یه زیر ساختی فراهم کنیم که بشه مثلا صحبت کرد، ولی خب نیاز به این داشت که خودمون منتوران وقت داشته باشن و بیان. ولی حتما دفعه بعد خواستیم آنلاین باشه بهش فکر میکنم. یه چیزی آوا گیمز شما بگو. من یه سوال داشتم، میخوام سوال بگم آوا گیمز ایونت های دیگهش در رابطه باز و بازی سازی چجوریه؟ از این کارها زیاد میکنین تو سال؟ جمع خودتونم دارین یا هیچی؟ فقط الان اینایی هم که صحبت میکنیم راجع به سالی یه باره. ما در حالت عادی که مثلا در طول سال ایونت حضوری داشتیم، حالا آموزشی و اینکه انتقال تجربه و اینا، خب گلوبال گنجم هم که از همه پرمونه شلوغ‌تر میشه. ولی امسال خب به خاطر که همه دور کار شدیم یکی دوتا ایونت آنلاین داشتیم و این گروه باگنج هم دوباره آنلاین برگزار کردیم، ولی دوباره اگه یه وقتی دوباره چیز شد میتونستیم بریم بیرون و دوره هم جمع شیم قطعا دوباره استارت میزنیم. به اضافه این که همین سروری که الان توشید، خب این سروری که هر هفته توش بچه ها جمع میشن دوره هم و گپ و گفت دارن و خیلی اکتیوه، و فکر کنم اینجا اون هدفی که داشته باشی بخوای مثلا با بچه ها مثلا صحبت کنی در ارتباط باشی تو همین سرور هم محقق میشه. مرسی. من میخواستم بگم که یکی از جذابترین چیزهایی که توی این هر سال تو گیم جم داشتیمون عکس دست جمعیه بود. قبل از اینکه ملت خسته شن و برن،
حالا میتونیم 25 تا 25 تا تقسیم شیم، تماس ویدیویی بگیریم، اسکرین شات بگیریم، مثلا بشه دو تا اسکرین شات که همه باشیم که یه عکس دست جمعی داشته باشیم از این ایونت، نباشه حیفه. پیشنهاد اگه حوصله‌شو دارید. خب هر کی یه عکس بفرسته همه رو بچسبونیم به هم، میشه یه دونه عکس دست جمع. اینم شاید آسون تره. من حس کردم که مثلا ویدیو کالی بشه یهو، مثلا ممکن هم افزایش تصویر جدی چی میگن واقعی تر بشه تا اینکه هر کس جدا عکس بگیره. آخه لباس خونه اصلا با حال دیگه، بالاخره خاطر بعضی لباس تنشون نیست اصلا الان پشت کامپیوتر مثلا تو خونه. حالا میتونن برن بپوشن، خب تو خونه لباس پیدا میشه. نمیدونم، اصراری ندارم. به نظر لباسای تو خونه ریکابی و اینا هستش، خیلی فکر مالش میکنم. من همینجوری ازتون عکس گرفتم توی دیسکورد. نه من پیشنهاد دادم، اگه دوست دارید جالب میشه. آره هرچی دوست داره میتونه این کار بکنه. یه چیز مثلا پلتفرم آنلاین، یه داکی چیزی وجود داره که شیر کنیم، بعد هر کی بره عکس یه عکس از خودش بگیره و بره بذاره اونجا کنار هم چیده بشه. یعنی میخوایم گوگل میت یه دونه بسازیم همه بریم توش؟ گوگل میت فکر کنم محدودیت نداره، مثلا بریم اونجا اسکرین شات بگیریم بیایم بیرون، جا میشیم تو گوگل میت. من فکر کردم محدودیت داره. اگه نمیدونم هفته پیش یه تماس 50 فکر کنم 50 محدودیت، الان چند نفری؟ 50 نیستیم. بچه من یه اسکرین شات از همتون گرفتم، همتون هم جا شدید، الان براتون میفرستم. کجا بفرستم؟ توی دیسکورد. گروه ده حال ساخت هست. یه روش دیگه هم هست، با فوتوشاپ از این عکس آماده بگیریم، عکس خودمون رو روش بذاریم. نه من فکر کنم میشه تو میت رفت اگه حوصله‌شو دارید، اونجا عکس گرفت اومد بیرون. فیدبک راجع به بازی من یادتون نره ها، تو توییچ نگاه کنید اون چیزو. ای وای آره حتما. من استریمو قطع کنم اگه کسی چیزی نداره ارائه بده. نه نه فکر کنم میتونیم استریمو قطع کنیم. بعد لینک استریم هم فکر کنم من بتونم بدم به این خود پیج در واقع کانال گلوبال گیم جم، بهشون بدم که اونام لایه استریمشون شاید این اختتامیه ما رو استریم کرده. آره سال بعد بعد توی تیما مثلا نشون بدم بازی ما. آره بازی ما نشون بدم. بچه اکس فرستادم همتون توش جا شدیم، کسی خواست بینه بکنم.